پنج فرد نامناسب برای رابطه کیا هستن؟ دیدید یه سری افراد هستن که خیلی خوشتیپن، خوش صحبتن، جذابن، وسوسه میشی که باهاشون وارد رابطه بشی؟ خب. پنج گروه هستن که به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستن و به هیچ عنوان نباید باهاشون رابطه برقرار کنی. این ویدیو رو تا آخر با من همراه باش، ببین بعد اگه خواستی تصمیمت رو بگیر. اولین افراد نامناسب افراد معتاد هستن. هر فردی که اعتیاد داره، اعتیاد به چی؟ اعتیاد به الکل، مواد مخدر، قرصای روانگردان، اکستازی و مانند اون، یا هر گونه اعتیاد به رفیق بازی، قمار بازی، یا حتی اعتیاد به موتور سواری و مانند این، هر فردی که اعتیاد شدیدی نسبت به حتی سیگار داشته باشه، فردی است کاملا نامناسب. اگه با همچین فردی روبرو شدی، محکم کلاهت رو بچسب و تو جهت مخالف فرار کن. دوم، افرادی که درخواست غیر منطقی از تو دارن، چای نخورده به قول خود ما فامیل میشن، هنوز اصلا نه به داره نه به باره از شما پول قرض میخوان، یا میگن مثلا باید شب بیای به اون خونه ما، یا مثلا مسافرت دور و دراز باید بریم و چیزایی ماننده، یا باید مثلا تو بری سر کار به من کمک کنی. اینا درخواست غیر منطقی هستن. فردی که درخواست غیر منطقی داره به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی هیچ مدل از رابطه رو باهاش قبول نکن. سوم، کسایی که وابستگی شدیدی به خانواده دارن. منظورم احترام به خانواده نیست، منظورم تحت نفوذ بودن زیر نظر والدین هست، به گونه ای که خودشون از خودشون هیچ اختیاری ندارن، یعنی نمیتونن یک تصمیم عاقلانه واسه زندگی خودشون بگیرن. اینا افرادی هستن که زندگی شما رو سیاه میکنن. به هیچ عنوان با چنین افرادی وارد رابطه اصلا نشون. چهار، افرادی که پرخاشگر هستن، بدخلقها، تندخوها، افرادی که خیلی تحقیر میکنن، چیزی پرتاب میکنن، حرفای ناجوری میزنن، اینا افرادی هستن که به هیچ عنوان قرار نیست باهاش رابطه سالمی داشته باشی. در واقع اینها رو باید مادرشون تربیت میکرده. شما قرار نیست اول عاشقشون بشی بعدم بری تربیتشون کنی. زندگی تو خراب نکن عزیز. پنجم، کسایی که اهل دروغ گفتن هستن، خالی بنده، کسایی که پنهانکاری میکنن، تو رفتارشون، تو گفتارشون، تو حرفاشون ضد و نقیض زیاده. وقتی دیدی یه بار دو بار به شما دروغی گفت، این فرد قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون توی زندگی آینده با شما بارها و بارها و بارها این حرکت رو خواهد کرد. زندگی که با دروغ شروع بشه همون بهتره که اصلا شروع نشه. با این آدم ها وارد هیچ مدل از رابطه، حتی دوستی هم نشید. خب حالا یه سوال، تا حالا گیری یه همچین آدمایی افتادی؟ یه همچین رابطه‌ای داشتی؟ واسه من تو کامنت بنویس. یادت نره که لایک کنی. شاد باشی.